جمهوری اسلامی نگاهی فست فودی به صنعت سینما داره و نه قرمه سبزی. بر اساس نگاه قرمه سبزیوار، هر چقدر از تولید محصول و یا همون قرمه سبزی شما بگذره، طعم و مزه اون هم بهتر میشه و یا به عبارتی پول بیشتری رو کسب میکنید. چطوری؟ اینجوری. بیایید واقع گرایانه به این داستان نگاه کنیم. ایران حق کپی رایت رو امضا نکرده. در نتیجه هیچ کدوم از محصولاتش در پلتفرم‌های خارجی به نمایش گذاشته نمیشه. بنابراین ما فروش ارزی نمیتونیم داشته باشیم و باید به فروش داخلی دل ببندیم. ولی همین فروش داخلی هم برای خیلی از تهیه کننده ها مهم نیست. چون اگر مهم بود متوجه این مسئله میشدن که عمر یک محصول نه از شروع پخشش، بلکه بعد از انتشارش به طور کامل شروع میشه. یه نگاه به پرفروشترین محصولات حال حاضر هالیوود بندازید تا متوجه بشید. جنگ ستارگان با بودجه 11 میلیون دلار در سال 1977 ساخته شد. جدای از فروش 775 میلیونیش، فقط بین 1977 تا 1978 100 میلیون دلار اسباب بازی فروخته و سر جمع در 35 سال 3 بیلیون دلار درآمد داشته. جدای از درآمد 3.5 بیلیونیش در بازی ویدئویی، 2 بیلیونیش در فروش کتاب و 1.3 بیلیونیش در فروش لایسنس. دیزنی‌لند تنها در سال 2023 7.28 بیلیون دلار درآمدزایی داشته و این دقیقا نگاهیه که باید به سینما داشت. شروع هر فیلم و سریال فقط آغازگر یک جرقه است. در سینمای جمهوری اسلامی کسی بلند مدت فکر نمی کنه. تنها نکته‌ای که مهمه اینه که سریال و یا فیلم با تعداد بالای بازیگر تولید بشه و بعد کارگردان با افتخار بگه که بیشترین تماشاچی رو داشته. همینقدر کوتاه بینانه. آیا این کارگردان از خودش میپرسه که بعد از پخش سریال و یا خوابیدن هیاهو، آیا کسی هست که سریال منو ببینه یا نه؟ آیا سریال دل، زخم کاری دو، شهرزاد دو و سه و یا نیسان آبی بعدها دیده میشن؟ کسی براش مهم نیست. در صورتی که محصولی به درستی تولید بشه، با هر بار دیدنش در پلتفرم برای تهیه کننده و خود پلتفرم درآمدزایی حساب میشه. حقیقتاً کسی توقع تولید عروسک و محصولات مختلف از این فیلم و سریال‌های ایرانی را نداره. ولی حتی این آب‌باری که درآمدزایی رو هم سینما از خودش دریغ کرده. این سینمای فست فود ایران به هیچ کس رحم نکرده. اون از سیروس مقدم که با جزیره کله پا شد، اینم از شهاب حسینی در گناه فرشته. در نهایت اگه من مخاطب دیدم رو اصلاح کنم، اون وقت دیگه گول این ادعاتفارهای کارگردانه چیپ رو نمیخورم که با فروش آنی سریالشون میخوان آمار دروغین به خورد من مخاطب بدن. لعنت به سینمای جمهوری اسلامی.